سلسله دروس ایمان پویا. اگه امروز از مردم بپرسیم که عیسی کی هست، عده‌ای میگن نجات دهنده، عده‌ای خداوند، شفا دهنده، نبی، اما دشمنان و دوستان عیسی، هواداران عیسی همه متفق القولن که عیسی معلم حاذق و ماهری بود. و اما ببینیم عیسی مسیح چه جوری تعلیم میداد. ما شاید فکر کنیم که تعلیم عیسی مسیح این بود که به شکل خطابه حرف میزد و مردم میشنیدن، اما 6 نوع مختلف عیسی مسیح تعلیم میداد. اولین تعلیمی که اون میداد از طریق آیات و معجزات بود. ما دفعه پیشم به این اشاره کردیم، مثلا وقتی نابینایی رو شفا میداد، در واقع تعلیم میداد که خدا مایل چشمان دل ما رو باز کنه، به ما بصیرت روحانی بده. یا اگه مفلوجی رو شفا میداد، میخواست بگه که خدا مردم ضعیف و فلج و اینها رو میخواد که قوت ببخشه. در این حال که معجزاتش عملی بود و واقعا مردم شفا میافتن، ولی هدف اصلی اون درسی بود که عیسی مسیح میخواست از این معجزات بده. بعضی از مسیحی‌ها متاسفانه این درس روحانی رو نمیگیرن، بیشترش تأکیدشون روی اینه که شفا بیابیم، اینطور بشیم، اونطور بشیم، که خدا رو شکر برای اون. ولی عیسی مسیح از طریق معجزات میخواد این پیام‌ها رو هم به قوم بده، که خیلی مهمتر بود. مثلا اگه دیوهایی رو اخراج میکرد از شخص دیو زده، نشون میداد که خدا مایل ما رو از بند و اسارت آزاد بکنه. خب اینا درسایی است که ما باید وقتی انجیل رو میخونیم درک بکنیم. این چیزیه که خداوند میخواد که ما اینطوری به معجزات و آیات عیسی مسیح توجه کنیم. این روش اول بود. روش دوم که عیسی مسیح به مردم تعلیم میداد، خب خیلی واضح است، از طریق سخنرانی بود. که مثلا در جمع، معمولا جمع زیادی بودن، عده زیادی دنبال عیسی مسیح می اومدن و در اطراف مثلا دریاچه جلیل اینا می شستن و عیسی مسیح گاهی اوقات از داخل قایق یا در خانه تعلیم میداد. و بارها می شنویم که اونقدر خونه پر می شد که از بیرون هم حتی می شستن. یه موقع هم که اون مریض رو خواستن بیارن، اصلا سخت رو برداشتن که مریض رو بفرستن تو، چون جا نبود که اینا بتونن مریض رو به طرف عیسی مسیح بیارن، به خاطر که مردم همینجور کیپ استاده بودن و تعلیم عیسی رو گوش میکردن. همینطور در جلسات هفتگی کنیسه میخونیم که عیسی مسیح درس میداد، مثلا لوقا باب 4 در کنیسه کفرناهم از داخل قایق. بنابراین یه سری هم سخنرانی عیسی مسیح بود که از این طریق مردم رو تعلیم میداد. روش سومی که عیسی بود این بود که هر جا میرفت، همینجور در حین راه رفتن، سر شام اگه کسی دعوت کرده بود، حتی مخالفینش اگه سوالاتی میکردن که او رو بپیچونن، از طریق اینها هم عیسی مسیح تعلیم میداد. یعنی تمام زندگی عیسی مسیح تعلیم حقایق خداوند بود. چهارم، بیشتر تعلیمش اما میبینیم که برای شاگردان نگه میداشت. مخصوصا انجیل یوحنا میبینیم که چقدر مدت زیادی رو عیسی با شاگردان میگذروند و به اونا تعلیم میداد و در واقع اونا رو آماده میکرد برای اینکه پس از اینکه خودش برمیگرده نزد پدر، اونا بتونن رسالتش رو ادامه بدن. و اینم چهارمین روش تعلیم بود، یا تعلیم به شاگردان در واقع. پنجم، با برخی اعمال خودش، حرکات و اعمال رو خودش تعلیم میداد. مثلا وقتی که سوار الاغ میشه و وارد اورشلیم میشه، اینو تعلیم بود. یعنی من پادشاه صلح هستم، من پادشاه جنگ نیستم که بر اسب سوار بشم و بیام. یا با این کارش مردم رو به یاد نبوت‌های عهد عتیق مینداخت. یا وقتی اورشلیم رو با اشکا سرزنش میکنه، در واقع توش باز تعلیم ما میبینیم. یا وقتی وارد معبد میشه، صرافان رو بیرون میکنه، میخواد بگه که کار خدا با معامله و پول و اینا نیستش و چقدر
مثلا سخنان عبرت آموز و هشدار دهنده ای به اونها میگه، یا وقتی که مثلا با چند ماهی و نان عده زیادی رو خوراک میده چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خدا اینجور دست و دل بازه و طمع نباید داشته باشیم. کار خدا با طمع جور نیستش، باید سخاوت داشته باشیم و این بهترین سیستم اقتصادی همین سخاوته. بدهید که به شما داده خواهد شد. خب اینا رو باید در لابلای این کارهای عیسی مسیح ما ببینیم. و بالاخره میرسیم به ششمین طریق. عیسی از طریق، میتونید که بیشتر تعلیمی که میداد از طریق مثل‌ها بود و از اون طریق بود که یا حکایت‌های کوتاه بگیم، اینجوری امثال و حکم، حکایت‌های کوتاه عیسی مسیح تعلیم میداد. و جالبه اگه توجه کرده باشید، معمولا وقتی یه همچین تعلیمی میخواست عیسی مسیح بده، معمولا با این جمله شروع میکرد که هر که گوش شنوا دارد بشنود. منظورش این بود که در این حکایتی که من میگم، در این مثلی که من میگم، نکات ریزی هست که باید بهش توجه کنید. داستان ساده است اما پر از حقایق عمیقه. و میدونید عیسی مخصوصا اینجوری تعلیم میداد یا موعظه میکرد. چرا؟ موعظه های عیسی مسیح نبود که خب من سه تا موضوع دارم، یک دو سه بنویسید، اینطوری نبود. عیسی مسیح داستان میگفت، چون توی داستان شنونده هم حق داره که گوش کنه، تفسیر کنه و چیزهایی برای خودش بگیره، عمیق‌تر بره. اینطور نبود که یه سواله و بعد جوابش اینه. بیشتر تون حال و هوا شنونده ها وارد می شدن. گاهی اوقات ما یه فیلمایی رو می بینیم که فیلم ها وقتی نگاه می کنی، چند تا از این فیلم های ایرانی هم دم اینجوریه که آخرش مثل این که معلوم نیست چیه، یعنی اونو می ذاره به عهده تماشاگر که اون خودش تصمیم بگیره، یعنی ممکنه به این وری بره، به اون وری بره. و وقتی فیلم اینجوری تموم میشه، تو را به فکر وامی داره. حکایت های عیسی مسیح هم یه همچی چیزی بود، انسان را به فکر وامی داشت. موضوعی نبود که حتما جواب مطلقی باشه که اینه، چون زندگی خیلی پیچیده و پیچیده تر از اونه که من برای هر مشکلی جواب داشته باشم. به همین خاطر داستان های عیسی مسیح واقعا به دل میشست و مردم رو تشویق میکرد که عمیق‌تر فکر کنن. اما با این شش روشی که عیسی مسیح تعلیم میداد، اصل موضوع تعلیمش چی بود؟ خب راجع به خیلی چیزا صحبت میکرد، ولی لب مطلب و عنوان بتونیم بگیم که بر همه تعلیمش در واقع سایه افکنده بود، ملکوت یا پادشاهی خدا بودش. در متی میخونیم پادشاهی آسمان همونه، و راجع به ملکوت خدا، پادشاهی خدا صحبت میکرد. مردم عقاید غلط راجع به پادشاهی داشتن یا ملکوت خدا داشتن. نافک میکردن پادشاهی خدا جاییه که وقتی ما میمیریم، مقدسانی که میمیرن میرن اونجا، در حالی که اصلا منظور عیسی مسیح این نبود. یا دنیای کاملیه که وقتی این دنیا رو خدا خراب کرد و آخر زمان اومد، بعد اون دنیا رو شروع میکنه خدا. اینا زائده فکر بشریه. اصلا عیسی مسیح منظورش ملکوت خدا این نبود وقتی که صحبت میکرد. برای عیسی ملکوت چیزی بود که ما دعا میکنیم ای پدر، ملکوت تو بیاید، پادشاهی تو بیاید بر این زمین. پس ملکوت مال همین جاست، مال همین زمینه و الان باید صورت بگیره. جاهای دیگه عیسی مسیح میگه ملکوت بین شماست، در میان شماست. جایی نیست که بگیم این بر و اون بر. یه چیزیست که همین حاضر و در این زمین هستش. خدا اومده اینجا و ملکوتش همینجا برقرار میشه و ما هم باید دعا کنیم که این ملکوت هرچه با قدرت بیشتر بیاد. در واقع اون میگه ملکوت، جایی که موعظه میکنه میگه توبه کنید زیرا ملکوت خدا، پادشاهی خدا بردره، نزدیکه.
نمیگه دوره، نزدیک یعنی همین طرف هاست. یعنی آها آها، بیاید بیاید واردش بشید. انقدر حاضره ملکوت خدا، انقدر اینجایی هست، این زمینی هست، نه اون طرفی. ملکوت با یا امپراتوری روم زمان عیسی چجوری بود؟ پادشاهی این دنیا و اون زمان که عیسی مسیح بود، امپراتوری از بالا به پایین و سلسله مراتب بود. اونایی که مهم بودن در رأس کار بودن و تعداد انگشت شماری بودن. بقیه مردم که اکثریت رو تشکیل میدادن همه زیر دست این حاکمان بودن. اما عیسی مسیح ملکوت خدا را که معرفی کرد، داغون کرد این سلسله مراتب رو و گفت که ملکوت خدا اینطوری نیست و مثل حکومت‌های این دنیا نیست. حکومت‌های این دنیا بر اساس پاداش و تنبیه. اگه تو برای امپراتور کار کنی پاداش میگیری، اگه مخالفت کنی تنبیه میشی. ولی خدا اینطوری نیست. تنبیه و مجازات اون زمان شامل چی بود؟ تبعید بود، زندانی کردن بود، شکنجه بود، اعدام بود و بدترینش صلیب بود. در روم کسانی را به صلیب می‌کشیدند که مخالف حکومت بودند. یعنی اینا در واقع مجرمین سیاسی بودند که به صلیب می‌کشیدند. به همین خاطر من باورم اینه که عیسی مسیح رو هم یک همچین خطری می‌دیدن برای حکومت که به صلیبش کشیدن. صلیب برای کسانی اعمال می‌شد که اینطوری بودند. عیسی توسط صلیبش اما می‌بینیم که بزرگترین و مهمترین و قویترین تعلیم خودش رو ارائه میده. بهترین تعلیمی که عیسی مسیح داد این بود که مصلوب شد و با صلیبش نشان داد که من چی میخوام بهتون بگم. اصل تعلیم من صلیب من هست. بر صلیب او پرده از خشونت بی‌رحمانه سیستم حکومت از بالا به پایین و سلسله مراتبی و اینها برداشت و سیستمی که اساسش بر ترس بود و مردم فکر می‌کردن که حکومت خوب اونه که آدم بترسه از اونا. عیسی مسیح گفت نه، ملکوت خدا اینطوری نیست. بر ترس و با پاداش و مجازات و اینها قرار نداره. عیسی نشان داد که ملکوت یا حکومت خدا نه از راه خونریزی بلکه از راه جانفشانیه که عملی میشه. جانفشانی حتی به جای دشمنان. یعنی تو حاضر باشی دشمنان تا اینقدر دوست داشته باشی که به جای اونها هم جانفشانی کنی، جانتو بدی. یعنی اصلا یه تعلیمی بود که تمام حکومت‌های دنیا رو زیر و رو کرد. برعکس اون چه که هنوزم مردم فکر می‌کنن که حکومت باید این باشه که یه عده در رأس باشن و حکومت کنن بر دیگران و با خشونت بتونن به اصطلاح صلح پدید بیارن، با جنگ بتونن صلح پدید بیارن. اما عیسی مسیح نشان داد با صلیبش که از طریق آشتی هست و نه از طریق تحقیر و سرکوبی که ملکوت گسترش پیدا میکنه. با آمادگی برای رنج دیدن، نه رنج دادن به دیگران. به این طریقه که ما پیروز میشیم. اینه که گفت پادشاهی من از این جهان نیست، یه نوع دیگه ای هست. پادشاهی من در این جهان هست، عمل میکنه، ولی نوعش فرق میکنه. منظوری نبود که سیاسی من نیستم و اینها، نه، پادشاهی دارم. اتفاقا این پادشاهی من برخلاف بر ضد پادشاهی شماست، اما روش پادشاهی من اینطوریه. به جای آزار دادن خودم آزار میبینم، به جای اینکه بخوام بر دیگران حکومت کنم و زیر ستم نگه دارم، خودم این رنج رو به جان قبول میکنم. واقعا امروز ما چطور میتونیم این شناخت انقلابی عیسی از ملکوت خدا رو به کار ببریم، هم شخصا هم در جامعه خودمون؟ ملکوت خدا برای دنیای امروز یعنی اینکه دنیایی که در آن همه از امکان دسترسی به مایحتاج زندگی برخوردار بشن. منظور از
ملکوت خدا اینه. ملکوت خدا یعنی اینکه ملتی بر ملت دیگه حکومت نکنه، سازمان های بزرگ از روی طمع مردم را استثمار نکنن، اینه ملکوت خدا. البته امروز هم مانند روزگار عیسی مسیح خیلی ها اینو قبول ندارن، این خبر خوشو نمیپذیرن. بیشتر ما میبینیم در دنیا مردم به فکر انتقام هن، رقابت هن، سلطه جویی هستن، تا اینکه صلح و آشتی و رسیدگی به همدیگه و برای هم نوع فکر کردن. برخی معتاد عادتهای زشت خودشون هستن، برخی فقط دنبال ثروت که برای خودشون جمع بکنن، دنبال مقام و شهرت. متاسفانه اینه وضعی که بر دنیا حاکمه. جالبه که در انجیل یوحنا اگه دقت کرده باشین صحبت از ملکوت خدا نیست. اینو شنیده فکر کنم یه جا فقط اگه اشتباه نکنم یه آیه فقط داره که ملکوت خدا رو اسم میبره. پس یوحنا به ملکوت خدا اعتقاد نداشت؟ نداشت، منتها با یه واژه دیگه اینو میگه. بیشتر در انجیل یوحنا ما واژه حیات یا حیات جاودانی یا حیات بیشتر، من آمدم که شما حیات بیشتر بیابید، با این سر و کار داره. در واقع ما میتونیم نتیجه بگیریم از انجیل و انجیل یوحنا که ملکوت خدا یعنی حیات، یعنی سرزنده بودن و نشاط داشتن در عیسی مسیح. در واقع اینها با همه حیات واقعی داشتن، سرزنده بودن در عیسی مسیح، یعنی نخست در طلب ملکوت و عدالت خدا باشیم که همه اینها عیسی مسیح گفت بر شما مزید خواهد شد، نیازهای شما رو خدا خواهد داد. شاگرد معلمی چون عیسی بودند، یعنی به روش‌های خلاق گوناگون به مردم آموختن، همینجور که عیسی مسیح بود، با زندگی خود، با تعلیم خود، با جانفشانی خود، با رفتار خودمون ما میتونیم شاگردان واقعی این استاد خودمون باشیم. سلسله دروس ایمان پویا